خانم آقایان سلام، من سعید طوفانی هستم، مدرس افتر افکت، جلوه ویژه، نرم افزارهای خفن، گرافیکی و همچنین قرتی بازی. امروز میخوایم بریم سراغ بشکن. کاری که میکنم اینه که یک کامپوزیت درست میکنیم. سایز 1280x720 کفایت میکنه. اسمش کمپ یک، رنگ مشکی 30 ثانیه و کوالیتی فول اوکی. اینجا یک سالید درست میکنم، اسمشو میذارم گلاس. میک کامپو میزنم به اینکه اندازه بشه. اینجا رنگش رو خاکستری میگیریم و اوکی میکنیم. خب الان من میتونم لوگو استفاده کنم، میتونم عکس استفاده کنم، میتونم تکست استفاده کنم. حالا ما دم دستی رو استفاده میکنیم، تکست. از لومون استفاده میکنم، مینویسم بشکن. آره بشکن. کانورت اند کپی، پیست. اومد. اوکی. اینو کوچکش میکنیم. از طریق لاین میریم وسط کامپوزیت. اوکی، اینجا اینتر میزنم، اسم میزنیم تکست. این دوتا رو به یک کامپوزیت تبدیل میکنیم با پری کامپوز. اسمش میزنیم گلاس یا همون شیشه. برگردیم به کامپ یک. یه دوربین میخوایم در کل با 50 میلیمتر. اوکی، گلاس رو 3D شو فعال میکنیم. از طریق افکت ها میگردیم دنبال افکتی به نام شاتر. شاتر رو میندازیم روی گلاس. گلاس تغییر کرد. اولین کاری که میکنیم شیپش رو از بریکس به گلاس تبدیم. بریک یا همون بریک میشه آجر. خب مقدار اکستروژن رو به نیم تغییر میدم، یعنی قدرت فاصله گرفتن یا عمق فاصله های در واقع شکستن. و کار دیگه که میکنم اینه که همین الان میگیم رندرشه، برای اینکه تکه ها رو ببینیم، یا بذارید رو وایر فریم باشه که راحت تر بذارید وگه نمیخواد رندر کنه برام. اوکی، ریپیتیشن رو تعیین کنیم. کرنومتر روشن. یو اینجا اولین کی فریم. اینو باز میکنم. ببینید همین الان ما انفجار داریم که داره اعمال میشه. من با پیج داون یک فریم میرم جلو. اکستروژن رو به مقدار مثلا 20، پیج داون ریپیتیشن 30، پیج داون 40 و پیج داون مثلا 50 تغییر میدم طی 4 فریم. بعد کار دیگه که میکنم در فریم 1 میستم یا فریم 0. اینجا در فورس قدرت این شکستن رو به 4 تقلیل میدم و رادیوس رو تعریف میکنم. رادیوس انیمیشن چه؟ اینجا یو که بشه رادیوس در فریم بعد به فریم اول به مثلا 10. اونجا فریم 10 بود. 0 10 10
دهم، اینجا صفر یازده، اینجا مثلا دوازده. این رادیوس دورانش تکای شکسته شده رو برای من تعیین میکنه، مثلا این دفعه 15 و اینجا 17. اوکی، در قسمت تکسچر رنگ اینجا رو سفید نگه میدارم، اما اپاسیتی شو 75 صدم میکنم، کمی شیشه ایش کردم. فرانت مود، مود رنگیش رو دست نمیزنیم، اما فرانت لایر، ساید مود چی رو نشون بده؟ رنگ و مقدار اپاسیتی رو پیروی کنه. شما اگه متوجه نشدین، حالا کاری که من میگم بکنید، به نتیجه دلخواه میرسید، یواش یواش با اینا اعدادش بازی کردن رو یاد میگیرید. اینجا رنگ خالی باشه برای بک‌گراند شیشه، پشت خودش رو نشون بده. کامرا سیستم باشه روی کامپ کامرا. کامپ کامرا یعنی از در واقع کامرایی که روی کامپوزیت گذاشتم استفاده کن برای تکسچر. لایتینگ، مقدار نور رو 5 میذارم. امبینت دپ رو صفر میکنیم، نیازی بهش نداریم. او 5 لطفا. این پایینه. امبینت لایت رو به نیم افزایش بدم. اینتنسیتی 5، این اشتباه شد، این 0 منفی 5000، این 5. نور رو، نوری که میخواد استفاده کنه رو میذاریم روی مثلا آبی. اوکی، حالا اینجا بگیم رندر کنم ببینیم چی داریم. بله، ساخته شد، بشکن. شیشه ها شکست بود. حالا اگر حرف سی رو بزنید یا از این بالا دوربین رو انتخاب کنید، حرف سی رو که نگه دارید، میتونید این رو 3Dش رو به این شکل ببینید، وقت بودید تکه های شکسته شدن رو ببینید. وقتی میاریدش اینجا مثلا، چون 3D هست، میتونید قدرت این افکت رو ببینید. حرف سی رو نگه دارم، ببینید از توی شکل میزنه بیرون، خیلی جالبه نه؟ داره میتره که شکل. اوکی، پس به این شکل داره عمل میکنه، تکه ها دارن میشکنن. خب من برگردونم دوربین رو سر جاش. اینجا یک نال آبجکت درست میکنم و دوربین رو فرزند نال آبجکت میکنم. نال آبجکت وقتی فرزند شد، حالا هر کار نال آبجکت کرد دوربین پیروی میکنه. مثلا در حالت 3D میتونیم وایش رو کمی بچرخونیم، خوشگل. زدش رو دست نمیزنیم، ایکسش رو کمی میچرخونیم به این شکل. و حالا اگر حرف پی رو بزنیم و بریم اینجا روی حالت محور زد بیستیم، میتونیم تا جایی که بک‌گراند از کنج ها هست بشه نزدیش. خوبه، حالا بریم چی داریم. من کمی در باکس هام قطر زیادی میبینم، این رو باید درست کنم. قطر شیشم هم کلن زیاد شده، خیلی شیشمون قطور شده، چه خبره؟ بریم ببینیم چه میتونیم بکنیم. رو گلاس بیستیم، به شیپ بریم، اینجا نیم زدیم. نه، اکستروژن دپمون نیمه، دو باشه چی میشه؟ نه، فورسمون چیکار کنیم؟ فورسمون در مورد دپ این
که خب اون دپمون جواب نمیده با این اعداد. اوکی، تکسچرمون هم که درسته، لایتمون هم که من احساس میکنم درسته، intensity light color light depths اینجا هم که خیلی نزدیکیم فکر میکنم. من اینجا قطر رو نمیبینم، دستم خورد به چیز دیگه، این موس من خیلی عجیب. بهتر شد خیلی دیگه، قطر شیشم خیلی کلوف بود رفقا. اوکی خب، حالا مثلا 2ش میتونیم بکنیم یا 15ش میکنیم. اوکی خب، ساخته شد. من این رو رندر کنم برگردم پیش شما تا بهتر ببینید و بعد باقی تنظیمات. خب رندر تموم شد، برگشتیم ببینیم چی داریم. کیف کردی؟ این میتونه عکس باشه، لوگو باشه، هر چیزی باشه و میبینید که میشکنه. حالا بریم سراغ بک‌گراندش. چه بکنیم با بک‌گراند رفقا؟ خب برای اینکه بک‌گراند بذاریم میتونیم اینا رو پریکمپوز کنیم دوباره. اسمشون بذاریم مثلا گلاس بروکن. برگردیم به کامپ، اینو داریم، میخواییم پشت این رو پر کنیم. یک نیو سالید میذارم، همین الان رنگش آردی مشکی هست ولی با این کار ما دیگه خیلی مشکی میشه، به یک کارهای دیگه این میشه کرد. اسم اینو میذاریم بک‌گراند. اولا به اینجا که برمیگردم یه چیز جالبی اینجا میبینم که میتونم اینجا بهتون یاد بدم. ببینید اگر من بگردم دنبال یه فیلتری به نام CC Force Motion Blur، اگر اینو بدیم به گلاس چی میشه؟ زمانی که گلاس میشکنه تکه هاش حالت بلر میشه، حالت موشن بلور میشه اصطلاحاً، و بعد خیلی زیباتر میشه. این اولا. دوما همیشه شما در افکت میتونید از کرو استفاده کنید برای تغییر رنگ، و همینطور از رمپ استفاده کنید برای گریدینت هایی که میتونید در زمینه بدید، در جای مختلف بدید. این خیلی میتونه مفید باشه. من رو زمین نشستم، بفرمایید چای یک گل گاو زبون. چایی، شما، من و افتر افکت. یه بار دیگه تمام صفحه. اوکی چی داریم؟ یه بار دیگه اینجوری میشه شدش. بشکن من نمیشکن. خب بریم اون چیزایی که وعده شده دیم. برگردیم به کامپ یک. اینجا یک افکت دیگه داریم به نام رمپ، گریدینت رمپ. اگه بدیدش اینجا میتونید مقدار بک‌گراند رو خوشگل کنید. الان از در واقع مثلا شروعش میتونیم بگیم از چه رنگی باشه. شروعش مثلا از این رنگی باشه، پایانش از شروعش خیلی شروعه اینطوری، و رادیال باشه و اینجا لینیر بهتره. پشت رو یه مقدار این شکلیش کردم. به نظر میاد پشتش یه ماجراییه.
و بعد دیگه هر کاری دیگه میتونید بکنید، کرو بدید بهش، مثلا بدید به، میتونید به کلش بدید، میتونید اینجا بدید، یه مقداری بلوش رو ببرید بالا، قرمز رو بیارید پایین، گرین رو بیارید پایین. اوکی، ببینیم چی روشن ترزیدم تو باید سلیقه ایه. اوکی، هاوم بشکن بشکنه بشکن، من نمیشکنم بشکن. اوکی، اینم از این. خیلی خوب، اونایی که عشق دانلود دارید مشغول شین، دانلود